همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی که از سدروت در جنوب اسرائیل به ما ملحق شده. اشکان، میدونم که رفتی اون جنوب، دیشب همینجا با هم صحبت میکردیم، خیلی آماده بودن که امروز صبح حمله به غزه به صورت زمینی آغاز بشه. از تو میشنویم آخرین جزئیات و اینکه چه میگذره در جنوب اسرائیل. بله، خب در مورد حمله زمینی هم میخوام اول بگم که خب خیلی ها از جمله مثلا در واقع سازمان ملل و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اینها دیشب اعتراض کردند به اسرائیل و گفتند که اون 24 ساعتی که وقت داده به شهروندان شمال نوار غزه که از منطقه برن واقع گرایانه نیست. و اسرائیل هم امروز صبح، در واقع ارتش اسرائیل به ساکنان شمال نوار غزه یک فرصت دوباره داد، گفت که از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت محله این، تا تقریبا 2 ساعت و نیم دیگه وقت دارن از 2 مسیری که اسرائیل اونها رو مسیر امن اعلام کرده و در طول این ساعتها به اونها حمله نمیکنه، از شمال نوار غزه به جنوب این کش به جنوب در واقع این منطقه برن. و در مورد، حالا برگردیم در مورد همینجا، در مورد استروت که من هستم، گفتی که 4 خمپاره اینجا برخورد کرده به مناطقی و آسیب هایی به جا گذاشته، اما شهر تقریبا شهر اروا هست و برای همین هم تلفات، یکی از دلایلش که در واقع تلفاتی نداشته هم همین بوده. بخش عمده ای از ساکنان شهر استروت تا همین الان هم از اینجا رفتند، هرچند که عده دیگر هنوز در اینجا هستند. قرار هست بر اساس اون چیزی که گفته شده فردا یک شنبه شهر استروت هم به طور کامل در واقع شهروندان غیر نظامیش تخلیه بشن و مناطق دیگری در اسرائیل برده بشن. من یک نکته کوتاه هم درباره شمال بگم، در شمال هم شرایط در واقع میشه گفت که مانند آتش زیر خاکستر هست. ما الان البته صدای راکت ها رو در اینجا میشنویم ولی آژیری به صدا در نیامده، صدای در واقع به نظر میاد که صدای رهگیرهایی هست که دارن در واقع راکت هایی که به سوی منطقه دیگری شلیک شده رو سعی میکنند رهگیری بکنند. اما ما حالا برای امنیت بیشتر البته به درون پناهگاه میریم و بعد ادامه میدم، اما صحبتم رو در شمال اسرائیل هم اتفاقی که در واقع افتاده این بوده که دیشب 3 پهپاد وارد آسمان اسرائیل شدند از نوار، از در واقع از جنوب لبنان. 2 تای اونها بر فراز آسمان حیفا در واقع رهگیری شدند و یکی اونها بر فراز آسمان شفاعم که یک شهر عرب نشین هست رهگیری شده و در واقع اون ترکش هاش هم به روی یک خونه سقوط کرده، فقط کمی در واقع خسارت مالی به جا گذاشته. صبح امروز هم ارتش اسرائیل میگه که 4 نفر رو که قصد داشتن از مرز لبنان وارد خاک اسرائیل بشند رو در واقع مشاهده کرده و اونها رو با پهپاد هدف قرار داده و کشته. اشکان، خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودی، مطمئن باش که در جای امنی هستی، امنیت تو برای ما از هر چیزی مهمتره. ممنون اشکان صفایی از سدروت جنوب غزه که همراه ما بود.